در این بخش میخوام پیاده سازی پروتکل مسیریابی و OSPF رو در بستر IPv6 به شما نشون بدم. همونجوری که میدونید ابتدا OSPF ورژن 2 رو بستر IPv4 معرفی شد که ما قبلا هم توی همین بخش‌های قبلی پیاده سازی OSPF رو در بستر IPv4 بهتون نشون دادیم. بعد OSPF ورژن 3 معرفی شد، چرا که OSPF ورژن 2 اجازه نمیداد OSPF روی بستر IPv6 اجرا بشه و بنابراین OSPF ورژن 3 رو معرفی کردن که روی شبکه‌های IPv6 شما میتونستید مسیریابی با OSPF هندل بکنید. در سال 2010 سیسکو اومد مفهوم OSPF ادرس فامیلی رو به OSPF ورژن 3 اضافه کرد، به این معنی که شما لازم نیست بیاید برای IPv4 OSPF ورژن 2 رو جداگانه اجرا کنید، برای IPv6 OSPF ورژن 3 رو جداگانه اجرا کنید. در شبکه‌هایی که دوال استکه و هم IPv4 و هم IPv6 وجود داره، شما بیاید فقط یه OSPF اجرا کنید ولی با آدرس فامیلی اینها رو از هم جدا کنید. البته ذکر این نکته مهمه که آدرس فامیلی فقط صرفاً کانفیگوریشن شما رو ساده میکنه ولی توی پس زمینه هیچ تغییری ایجاد نمیکنه و فی الواقع OSPF که برای IPv4 اجرا میشه با OSPF که برای IPv6 اجرا میشه کاملا دو تا پروسه مستقل از همن و هیچ ربطی به هم ندارن. بنابراین ما دو تا راه داریم برای پیاده سازی OSPF توی روترها، توی روترهایی که هم IPv4 روشون کانفیگ شده و هم IPv6 روشون کانفیگ شده. این شکل نشون میده که ما برای OSPF ورژن 2 جداگانه کانفیگوریشن انجام میدیم، برای OSPF ورژن 3 جداگانه کانفیگوریشن انجام میدیم. خب هر کدوم پروسه SPF خودش رو داره، دیتابیس خودش رو داره و کاملا هم مستقل از هم اجرا میشن. یعنی شما وقتی کانفیگ میکنید یه بار میزنید روتر OSPF، یه بار میزنید IPv6 روتر OSPF، دو تا کانفیگوریشن کاملا جدا از هم انجام میدید. اما راه دیگه پیاده سازیش اینه که شما بیاید توی یه OSPF اون رو پیاده سازی کنید که اگر این کار انجام بدید با آدرس فامیلی IPv4 و آدرس فامیلی IPv6 میتونید تو دل همین کانفیگوریشن کانفیگای IPv4 و IPv6 رو از همدیگه جدا بکنید. ولی این شکل کاملا داره نشون میده که پروسه SPF همچنان مجزاست، یعنی تشکیل همسایگی کاملا جدا اتفاق میفته، دیتابیس کاملا جدا شکل میگیره و باز هم اینا مستقل از هم دیگه. فقط تنها کمکی که به شما میکنه اینی که پیاده سازی رو در داخل یک OSPF انجام میدید و این میتونه برای ادمین شبکه مقدار شرایط بهتری رو ایجاد بکنه، که البته ما در ادامه فقط پیاده سازی OSPF روی IPv6 رو به شما نشون خواهیم داد. این سوال ممکنه براتون به وجود بیاد که تفاوت OSPF ورژن 3 که روی IPv6 اجرا میشه با OSPF ورژن 2 که روی IPv4 اجرا میشه چیه؟ بهتر بگیم تا نزدیک به 97-98% اینا با هم یکسانن، یعنی که به عنوان مثال هر دو پروتکل لینک استیتی هن، مفاهیم ایریا دیزاین تو هر دو کاملا مشترکه. OSPF وقتی اجرا کردی باید تو اینترفیس ها فعال کنی، اول باید تشکیل همسایگی اتفاق بیفته، برای تشکیل همسایگی یه سری شرایط باید چک کنن که اگر با هم سازگار بود همسایگی اتفاق بیفته، بعد دیتابیس اکسچنج صورت میگیره. دیتابیس اکسچنج از طریق پکت های LSU و دیتا استراکچر های LSA اتفاق میفته. الگوریتمی که بهترین مسیر رو از روی دیتابیس پیدا میکنه الگوریتم SPF. مفاهیم متریک و مفاهیم کاست با قبل هیچ تفاوتی نکرده. بنابراین اگر دقت بکنید همه مباحثی که ما تو OSPF ورژن 2 داشتیم عیناً تو OSPF ورژن 3 داریم، فقط این پروتکل رو مجبور شدن دوباره بازنویسی کنن به این خاطر که OSPF ورژن 2 نمیتونست پکت های IPv6 جابجا کنه، یعنی فیلداش ثابت شده بودن برای IPv4 و IPv6 قابلیت جابجایی نداشت، برای همین مجبور شدن دوباره بازنویسی کنن. البته تو بازنویسی مجدد یه تغییرات کوچیکی هم توی اینترنال و مکانیزم داخلی OSPF ورژن 3 ایجاد شد، من جمله اینکه LSA تایپ های جدیدی توی OSPF ورژن 3 معرفی شد، یه تغییرات کوچیکی تو LSA ها صورت گرفت. با توجه به اینکه ما تو دوره CCNA اصلا در مورد LSA ها
صحبت نکردیم، بنابراین دونستن این LSA ها و تفاوتشون نسبت به IPv4 در شبکه های IPv6 خیلی ضروری به نظر نمیرسه. بنابراین به همین بسنده کنید که تغییراتی که تو OSPF ورژن 3 نسبت به ورژن 2 اتفاق افتاد توی LSA هایی توی کمی توی LSA هایی که توی دیتابیس OSPF ذخیره میشه که ما وارد جزئیاتش نمیشیم. اما از نظر کانفیگوریشن ببینیم که کانفیگوریشن OSPF ورژن 3 به چه صورت. من یه سناریو خیلی ساده در نظر میگیرم که در قالب این سناریو سعی میکنم نشون بدم که به چه صورت ما باید OSPF ورژن 3 رو پیاده سازی بکنیم. یه سناریو خیلی ساده این شکلی من در نظر میگیرم که به عنوان مثال اینجا آدرس 10.1.2.0 رو لحاظ میکنم، اینجا آدرس 10.1.3.0 رو لحاظ میکنم، اینجا 192.168.1.0 رو لحاظ میکنم، 2.0 و 3.0. خب میام این تیکه رو اریای صفر در نظر میگیرم، تیکه بالا رو، این تیکه بالا رو من فرض میکنم اریای صفره برای اینکه اریا بندی هم انجام بدم، این تیکه رو اریای یک در نظر میگیرم، و این تیکه رو این سمت رو اریای دو در نظر میگیرم، پس اینجا باشه اریای یک و اینجا هم باشه اریای دو. خب من روترها رو روشن میکنم، بعد از اینکه بالا اومد ما بحثمون رو ادامه خواهیم داد. اول IP آدرسینگش رو انجام میدم، میام تو روتر R1، یه اینترفیس لوپ بک دارم که باید IPv6 میخوایم کار کنیم، من چرا IPv4 دادم، IPR رو IPv6 تغییر میدم، سعی میکنم IPv6 رو شبیه همین در نظر بگیرم، 2001.1.3/64 2001.1.2/64 شبیه IPv4 باشه، اینجا باشه 2001.2.2 اینجا باشه 2001.3.3 و نهایتاً 2001.1.1. خب بنابراین من میام تو روتر R1 با دستور IPv6 یونیکس روتین IPv6 رو فعال میکنم، اینترفیس لوپبک صفر، IPv6 آدرس 2001.1.1.1/64، اینترفیس سریال 1.0 No shutdown، IPv6 آدرس 2001.1.2.1/64 و سریال 1.1.2001.1.3.1/64. توی روتر R2 IPv6 یونیکست روتین، اینترفیس لوپبک صفر، IPv6 آدرس 2001.2.2/64 و اینترفیس سریال 1.0 IPv6 آدرس 2001.1.2.2/64. یعنی این سمت رو یک گرفتم، این سمت رو دو گرفتم. میام سراغ روتر R3، تو روتر R3 IPv6 یونیکس روتین، اینترفیس لوپبک صفر، IPv6 آدرس 2001.3.3.1/64 و اینترفیس سریال 1.0 نو شات داون، IPv6 آدرس 2001.1.3.2/64، یعنی این سمت یک و این سمت دو. از تو روتر R1 کانکتیویتی ها رو من تست میکنم،
میگم پینگ IPv6 2001.1.2.2 و 2001.1.3.2. خب ارتباط برقراره. برای پیاده سازی OSPF در شبکه IPv6 به جای دستور روتر OSPF و دستور IPv6 روتر OSPF استفاده میکنیم. با توجه به اینکه توی IPv6 اتوماتیک نمیتونه لزوما روتر آیدی بگیره روتر، به خاطر اینکه روتر آیدی 32 بیتیه در حالی که IPv6 128 بیتیه، برای همین توی OSPF IPv6 ما روتر آیدی رو حتما به صورت دستی ست میکنیم با همون فرمت قبلی که 32 بیتی بود، یعنی روتر آیدی 111. بعد برای فعال کردن OSPF تو اینترفیس ها دیگه دستور نتورک استفاده نمی کنیم، میریم تو خود اینترفیس، مثلا اینترفیس لوپ بک صرف میگم IPv6 OSPF این شماره پروسس، اینم شماره ایریا، و توی اینترفیس سریال 1 صرف IPv6 OSPF 1 ایریای 1، و توی سریال 1 OSPF 1 ایریای 2. خب این از روتر R1، و همین نسبت روتر R2 هم فعال میکنیم IPv6 روتر OSPF 1، روتر آیدیش رو در نظر میگیرم 222. اینجا میگه OSPF version 3 could not pick a router ID please configure manually، یعنی خودش پیغام هم میده که چون نمیتونه اوتوماتیک روتر آیدی بگیره چون IPv4 نداریم، برای میگه دستی اون رو ست بکن. بعد میریم تو اینترفیس ها، لوپ بک صرف IPv4 1 اریا 1 و سریال 1 صفر هم به همین صورت. حالا اینجا باید تشکیل همسایگی اتفاق بیفته که افتاد و همسایگی فول شد. تو روتر R3 هم میگیم IPv6 روتر OSPF 1، باز روتر آیدی رو دستی میدیم 333. اینجا هم یه لوپ بک داره، اینترفیس لوپ بک صرف IPv6 OSPF 1 اریای 2، و اینترفیس سریال 1 صفرش هم من همین دستور رو میزنم. اینجا الان باید یه همسایگی تشکیل بشه. خب برای دیدن همسایگی میام تو روتر R1 با دستور شو، به جای OSPF نیور شو IPv6 OSPF نیور رو در نظر میگیرم. همسایگی فوله چون پوینت تو پوینت اینجا کلمه DR BDR و درازر استفاده نکرده. هلو تایم و دد تایم مثل سابقه و 10 ثانیه 40 ثانیه به صورت پیش فرض هست که میبینیم که هر 10 ثانیه اون رفرش میشه. با دستور دیباگ IPv6 OSPF adjacency میتونیم ببینیم که تو اون استیت هایی که تو همسایگی اتفاق میفته رو با هم ببینیم. OSPF نیبر مثلا پروسس، این دستور رو بذاریم من توی روتر مثلا 3 بزنم، دیباگ IPv6 OSPF adjacency، بعد میگم کلیر IPv6 OSPF نیبر یا پروسس. خب قاعدتا من بایستی اون حالتهای همسایگی رو ببینم که اینجا همسایگی داون شد، اینجا همسایگی به تو وی تغییر کرد، اینجا دی وی دی ارسال کرد، یکیشون مستر شد، و بعد حالت اکسچنج اینجا ایکس استارت هم باید اینجا باشه اکسچنج، و بعد حالت لودینگ، و بعد هم حالت فول. ما میتونیم شرایط همسایگی رو ببینیم. باز مثل IPv4 به جایش دستور شاپ پروتکل شاپ IPv6 پروتکل استفاده میکنیم که میگه کدوم اینترفیس ها تو کدوم ایریا هستن. دستور شاپ IPv6 پروتکل اطلاعاتی که تو IPv4 میده خیلی بیشتر از IPv6 هست. تو IPv6 از دستور جایگزین استفاده میشه، مثلا شو IPv6 OSPF اینترفیس بریف وضعیت OSPF تو اینترفیس ها به صورت خلاصه نشون میده که چه اینترفیس های OSPF فعال شد، شماره پروسسش چیه، شماره ایریاش چیه، کاست اون اینترفیس چیه، و با دستور شو IPv6 OSPF اسم یه اینترفیس مثلا سریال 1.0 وضعیت OSPF تو اون اینترفیس میبینیم. پوینت تو پوینت، کاست 64، روتر آیدی 333،
هلوش 10 ثانیه 40 ثانیه است و پارامترها رو میتونیم به این صورت بررسی بکنیم. اگر میخوایم مثل IPv4 لوپ بک ها رو پسیو بکنیم هم حتما این کار رو بهتره که انجام بدیم. با دستور IPv6 router OSPF1 پسیو اینترفیس مثلا لوپ بک 0 بهتره که همه جا از همین شیوه استفاده کنیم که روی لوپ بک بی خود هلو ارسال نشه. پسیو اینترفیس IPv6 روتر OSPF1 پسیو اینترفیس لوپ بک 0 و روتر 3 IPv6 روتر OSPF1 پسیو اینترفیس لوپ بک 0. دیگه نکته دیگه ای که میتونم بگم کاست رو میتونیم تغییر بدیم، ریفرنس بندویت رو میتونیم تغییر بدیم. ریفرنس بندویت الان 100 مگ قاعدتا با دستور اتوکاست ریفرنس بندویت میتونید عوضش کنید، مثلا میگم 10000 مگابیت پر سکند، اینجوری ریفرنس بندویت من 10 گیگ خواهد بود. میگه اینو حتما تو همه روترها بزن، اینجا هم میزنم اینجا هم میزنم. و اگر من دوباره کاستو بررسی کنم شو IPv6 OSPF اینترفیس ریف، دیگه میبینیم کاستا عوض شد، شد مثلا 1 برای لوپ بک، برای سریال که 1.5 مگه شد 6476، برای مثلا فست اینترنت که 100 مگه قاعدتا چون 10 گیگ گرفته میشه 10 گیگ میشه 1، 1 گیگ میشه 10، 100 مگ میشه 100 و 10 مگ میشه 1000 و اینجا 1.5 مگ دیدید شده 6476. خب دیگه نکته دیگه که اونجا دیتابیس رو نگاه میکردیم، اینجا هم میتونیم دیتابیس رو نگاه کنیم با دستور شو IPv6 OSPF دیتابیس، اما ما خیلی در مورد دیتابیس یاد نگرفتیم، انواع LSA ها رو نمیشناسیم به درستی، LSA مختلفی که توی این خلاصه دیتابیس، البته این خلاصه دیتابیس، بخش از دیتابیس رو مثلا میخوایم ببینیم، این بخش از مثلا یه بخش کوچیکی از دیتابیس رو داره به من نشون میده که در مورد جزئیات زیاد چیزی یاد نگرفتیم. شرایط همسایگی مثل قبل، بایستی هلو تایم یکی باشه، دد تایم حتما یکی باشه، دو طرف سابنت نامبرشون و ماسکشون یکی باشه. این شرایط همسایگی قبلا ما تو OSPF ورژن 2 و تو IPv4 داشتیم، توی OSPF ورژن 3 هم صادقه و همونها رو میشه استفاده کرد. چگونگی ادورتایز کردن دیفالت هم مثل قبل IPv6 روتر OSPF1 با دستور دیفالت اینفورمیشن اوریجینیت میتونیم دیفالت رو ادورتایز کنیم. اگه خودش دیفالت نداره و میخواد دیفالت ادورتایز کنه کلمه اولویز را میزدیم، الان هم همینه. با دستور شو IPv6 روت OSPF میتونیم روت های OSPF رو ببینیم. به جای OIA از OI استفاده میکنه تو IPv6، یعنی این بین ایریاییه. برای اکسترنال قبلا OI1 و OI2 بود که تفاوت هم با اکسترنال رو تو IPv4 نگفتیم، تو IPv6 هم نمیدونیم، ولی ای اینجا به معنی اکسترنال خواهد بود. تقریبا اینا همه مباحثی بود که ما توی IPv4 پیاده سازیش رو یاد گرفتیم و توی این بخش هم اون رو توی IPv6 مورد بررسی قرار دادیم.